به یک وعده دروغ از 47,000 نفر پول پیشکی گرفتند. در شهرداری کابل قیامت شده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خبر کابل. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد با یک وعده دروغ از 47,000 نفر پول پیشکی گرفتند. در شهرداری کابل قیامت برپا شده است. منابع در مدیریت املاک شهرداری کابل خبر می دهند که پول پیش پرداخت 47,000 رئیس خانواده که 19 سال پیش برای دریافت سرپناه به شهرداری کابل تحویل داده بودند لادرک شده است. 47,000 نفر بر روی تعویض رسمی و شماره بانکی به شهرداری پول دادند، اما 19 سال است که کدام سرپناهی برای آنان داده نشده است. خبر می افزاید که پول عظیم گرفته شده از خانواده ها حیف مایل شده و اکنون شهرداری کابل متقاضیان سرپناه و یا پول پرداخت شده را با وعده دادن خانه در این شهرک یا در آن شهرک سرگردان نگه داشتند. شهرداری کابل همه را پشت نخود سیاه می فرستد. در طی اینها گاهی به پروژه قلعه زمانخان، بعد پروژه قسمت سوم خوشحالخان مینه، بعد تر پروژه دیسبز و سپس پروژه مسکونی احمد شابابا مردم را فریب داده و خسته ساختند. حالا دروغ و وعده تا پروژه چل دختران، چاراسیاب، کوه قراغ و مناطق در غرب دارالامان کشدار شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.